25 شوال، شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، ششمین پیشوای تشیع انقلابی. امام جعفر صادق علیه السلام در 17 ربیع الاول سال 83 هجری متولد شد. شهادت آن حضرت به دستور دومین خلیفه عباسی منصور دوانیقی در 25 شوال سال 148 هجری واقع گردید. همزمان با پایان دوران بنی امیه و آغاز حکومت بنی عباس، بر اثر درگیری و جابجایی دو خلافت جور، دوران مناسبی ایجاد شد که حضرت صادق علیه السلام با استفاده از آن توانست به تدوین و بازآموزی اصول و مبانی آیین رهایی بخش اسلام محمدی و تشیع انقلابی بپردازد. و از همین روست که تشیع انقلابی را به نام آن حضرت مذهب جعفری نامیدند. طی 34 سالی که امام صادق هدایت جنبش را بر عهده داشت، میراث آرمانی و فرهنگی بسیار گرانبها و بیبدیلی با مجاهدت و تعالیم آن حضرت فراهم آمد. آثار مکتوب شیعه مربوط به دوران حضرت صادق به 400 جلد بالغ می شود و شمار شاگردانی که در مکتب او پرورش یافتند به بیش از 4000 تن می رسد. سرانجام خلیفه جور و ارتجاع دوران که وجود حضرت صادق و جنبش تحت هدایت او را برای ادامه حاکمیتش خطرناک می دید، طی توطئه‌ای ششمین پیشوای تشیع انقلابی را مسموم کرد و به شهادت رسانید. از کلمات آن حضرت است که 4 ارزش اخلاقی در پیامبران وجود دارد: نیکی، سخاوت، صبر و پایداری بر سختی‌های راه و قیام برای احقاق حقوق مردم.